باید بدانیم که همه ما به دنبال موفقیت هستیم، از یعنی از همون زمانی که واقعا تصمیم میگیریم که درس بخونیم و یا کارهای خوبی را انجام بدیم، حتی در اون آوان کودکی تصمیم داریم که یک فرد موفقی باشیم، حتی نسبت به مسئولیت های خیلی خرد و ریزه. اما باید بدانیم که برای رسیدن به موفقیت خیلی شکست هایی را ما میبینیم، مواجه میشیم، باید بلد باشیم، باید یاد داشته باشیم که از این شکست ها چگونه عبور بکنیم، و باید بدانیم که زیبایی ها در کنار زشتی ها، خوبی ها در کنار بدی ها، و پیروزی ها در کنار شکست ها معنی پیدا میکنن و لذتشان ما درک میکنیم. اگر تاریکی نباشه، در واقع درک روشنایی برای ما شاید سخت باشه. اگر ما خدای نکرده مریض نباشیم، واقعا نعمت و یا ارزش صحتمندی و سلامتی رو نمیتونیم به خوبی درک بکنیم. پس این شکست ها نباید مانعی باشه برای پیروزی های ما، و از این شکست ها باید درس بگیریم و باید بدانیم که شکست ها جزئی از زندگی ما هست و باید بلد باشیم که مدیریت بکنیم بس شکست ها در زندگی رو. اگر نتونیم مدیریت بکنیم شکست ها در زندگی ما، منجر میشه به توقف ما و یا بحث ناامیدی که خیلی میتونه پیامدهای منفی رو داشته باشه. دعوت کردیم از جناب آقای بارکزایی، میخوایم در این خصوص از صحبت ایشان ان شاءالله استفاده کامل بکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای بارکزایی، خیلی خوش اومده. تشکر، شما زنده و سلامت باشین. البته من هر زاد به خدمت عزیزان دارم و از خداوند متعال خواهان موفقیت های همیشگیشون هستم. یک چیزی که واقعا فراموش نشه، امروز روز اول امتحانات بود در حقیقت، واقعا بر تمام دانشجویان چی در مکاتب چی در تحصیلات مصروف برنامه امتحان هستن، امتحان خوب و خوش بر تک تکشان آرزو دارم. خوشبختانه شاید بودیم که در کابل هم کنکور سپری شد، ان شاءالله که از اون موفق باشن. تشکر زیکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای بارکزایی، بازم شما رو زحمت دادیم، موضوعی که انتخاب کردیم خیلی موضوع مهمی هست، خصوصا برای نوجوانان و جوانان، اونایی که ایده و طرح موفقیت دارن، مدیریت شکست در جوانان. در ضمن می‌خوایم یک تعریف از شما داشته باشیم که شکست از دید شما چه تعریفی می‌تونه داشته باشه. من هم زمانی که روی مانیتور عنوان رو نگاه کردم، دیدم که شکست در جوانان واقعا موضوع بسیار جالبه که در قرن 21 دامنگیر جامعه ما افغانی خیلی خوبتر شده هست. خب معمولا در قسمت مدیریت شکست ما اینگونه بس میکنیم، مدیریت در ذات خودش یک توانایی است که ما باید در عرصه های کار خود چون این توانایی را داشته باشیم. بله. مسیرها را کوتاه کنیم، چالش ها را دور کنیم، راهکار خوب وضع کنیم، پس به حالت اولی برگردیم، از افز منابع موجود به تغییر منابع موجود بپردازیم. اینا را تحت عنوان چون این توانایی در امر مدیریت مورد بس قرار میدیم. همه زمانی که مسئله شکست در میان میه، خب شاید ما در برنامه های زندگی در یک جهتش خوب ندرخشیم. ما دانشجو هستیم، در درس خود خوب ندرخشیدیم. ما تجارت پیشه هستیم، در جوانی در تجارت خود خوب ندرخشیدیم. ما در برنامه های زندگی های اجتماعی خود خوب ندرخشیدیم و ما با یک یار مناسبه که شخص ایدئال ما بود، با او را دیدیم، شناختیم، با هم خوب پیش نرفتیم، بالاخره در مسیر زندگی در وسطش با یک مشکل مواجه شدیم، اینجا شکست خوردیم. خب این شکست ها را در زندگی باید چگونه مدیریت کرد؟ این مورد بحث ماست. پس ما توانایی هایی را که زمان در هم موزل برنامه های اجتماعی در کار نبریم، شکست مدیریت مورد بحث خود به خود جابجا میشه و وجود هم میاد. بله. حالا همه به این باور خود بودن که ما جوانانی که در روی زمین زندگی میکنیم و در قرن 21 همه تلاش میکنن که باید مشکل های اجتماعی حل شوه، ما زندگی خوب را تجربه کنیم، از زندگی لذت خوب ببریم، در زندگی مفاد خوب کنیم و ده ها قضیه دیگر را در کار داشته باشیم. چگونه بتونیم واقعا اینا را برنامه ریزی کنیم و ای از کجاها سرچشمه میگیره که تا ما را در امر مدیریت شکست و مشکل مواجه نسازه؟ اینجا روانشناسان به صورت بسیار ساده تحقیق را انجام دادن که جوانان در مدیریت شکست خود باید به کجاها برسن تا مدیریت شکست را در خود داشته باشن. خب موضوع برمیگرده در با بلوغ های فرد که در حقیقت فرد به بلوغیت رسیده باشه، اما این بلوغیت رو در کدام عرصه فرد میگیم؟ باید از لحاظ مطالب های یا برنامه های میکانیزم های جسمانی در حد بلوغیت رسیده باشه، فرد از لحاظ برنامه های ذهنی در حد بلوغیت رسیده باشه و فرد از لحاظ برنامه های عاطفی هم به سطح بلوغیت رسیده باشه. گاهی اوقات در برنامه های زندگی با حسینی این گونه اتفاق میفته که شخص از لحاظ کارکرد های جسمانی به بلوغ رسیده است، ماشاءالله قدرت جسمانی خوب را در خود داره، توانایی جسمانی خوب را در خود داره، هی جسمش کدام مشکل در خود در اصلا از مریضی ها و میکروب ها و ویروس ها در همان هست، متاسفانه از لحاظ برنامه های ذهنی به مشکل مواجه است، ای به بلوغیت فکری نرسه و بلوغیت فکری از این زمینه را برای چالش ها و آسیب های ذهنی مواجه می سازه. خب گاهی این گونه اتفاق میفته که هم با بلوغیت فکری رسیده و هم با بلوغیت جسمی رسیده، اما متاسفانه با بلوغیت عاطفی نرسیده که از لحاظ کارکردهای عاطفی مطالب را تحلیل کنه، تجزیه کنه، درک کنه، احساس کنه، این مورد بحث است و این حد نرسیده. اینا جمله مواردی است که باید به اینها برسید تا مدیریت شکست در خود داشته.
باشیم. حالا در برنامه های زندگی معمولا وقتی که انسان ها در سن 16 یا 18 یا 20 زندگی میرسن، اینو از لحاظ بلوغت جسمی تکمیل، بلوغت جسمی خوب رو در خود کسب میکنن، میل جنسی در وجود به وجود میه، ارگانیسم قدرت و توانه خود را پیدا میکنه. اما در سالهای 25 26 نیاز است کمی فرد به بلوغت فکری برسه، چون فکر ازی به اون اندازه رشد نکرده، باید به بلوغت فکری برسه و ای از لحاظ انتزاعی یا ابستراکشن تینکینگ، تفکر انتزاعی، مطالب را به گونه تحلیل کنه که در پشت قضایا مطالب را تحلیل کنه، نه در روی قضایا. این باید از لحاظ قدرت ذهنی به این آدرس باشه. خب وقتی که در اینجا بلوغ عاطفی مورد بسمه، سالهای 27 را رقم زدن که انسان ها در سالهای 27 زندگی بتانه این بلوغت را در خود داشته باشه. پس ما این سه بلوغ را مورد بس قرار دادیم، اما شکست را در عرصه‌های مختلف صحبت کردیم که ما شکست خود را در هر عرصه داریم. بسیار خوب. وقتی که در مورد دوره جوانی اکثرا صحبت می‌کنیم، خصوصا در قرن 21 همین جامعه فعلی که داریم، وقتی میگیم یک جوان شکست خوردن، شاید ذهن همه بره طرف شکست عشقی. واقعاً متأسفانه همین قسم هم هست. ما اگر بخوایم دایره شکست در دوران جوانی یک دایره محدود بسازیم یا تعریف داشته باشیم، شاید زمینهای مختلفی داشته باشه، در زمینه تحصیلات و درس و کسب و کار و زندگی عاطفی، حتی زندگی با خود خانواده. میخوایم در مورد انواع شکست صحبت بکنیم. خب شاید از دوران کودکی که یک مثلا اگه بگیم در اجتماع یک فرد 7 ساله وقتی میره مکتب، شاید شکست‌های مختلفی را بر خودش تجربه بکنه. در دوران جوانی یا نوجوانی بیشتر جوانان و نوجوانان با کدام نوع شکست روبرو میشن؟ بس مهم همیست ایر یک دستبندی میکنیم، میپردازیم به اون بحثه که واقعا در همه از اینا تأثیر گذار هست، اونا بدیل داره، ایش بدیل نداره و این انسان رو با مشکل مواجه میسازه. قسمی که یادآوری کردیم در مورد موضوع، خب این شکست رو از دوران کودکی واقعا تجربه میکنیم. بله. پرنده خود رو از دست میدیم، روزها ناراحت هستیم که چون این مسئله شد، کیف خود رو از دست میدیم، کتاب مکتب خود رو از دست میدیم، دوست خود رو از دست میدیم، از یک مکتب تبدیل میشیم در مکتب دیگه، از یک محل خانه خود ما کوچ میکنیم میریم در محل دیگه. اینو بله. شکست هایی هستن که ما در دوران کودکی دیدیم، تجربه کردیم، روزها افسردگی رو تجربه میکنیم. خب این یک نوع شکست بود که در خود داشتیم. در سن نوجوانی اکثرا شکست های در حقیقت عشقی یا شکست های خود محبت آمیز است که این شکست ها زمینه برای چالش ها به صورت اساس خیلی مساعد میسازه، که این واقعا مورد بحث است که رو باید نگاه کرد که از کجا شد. در سن نوجوانی معمولا نوجوانانی که گام به نوجوانی میگذارن، اینا از لحاظ مطالب بلوغیتی که پیشتر اینجا اشاره کردم، اینا به بلوغیت های جنسی رسیدن، اما متاسفانه به بلوغیت های عاطفی و بلوغیت ذهنی اصلا نرسیدن. در بلوغیت های جنسی معمولا در سال های 16 زندگی یا 18 زندگی که همزمان رقم میخوره با سال های اخیر دوران مکتب که در صنف 12 یا سال های اول پنتون کینا قرار میگیرن، اینجا هست که دوپامین در وجود انسان فعالیت میکنه و در اینجا سروتونین رو فعالیت هایش نسبتا کمتر میشه، از کاهش پیدا میکنه و طرف ما را توجه ما را به طرف جنس مخالف ما در اینجا میلان پیدا میکنه. وقتی ما به جنس مخالف یک نگاهی میکنیم، در این قسمت از لحاظ کارکرد فیزیولوژیکی این در وجود ما به میان آمده. اگر یار یار مناسب بود، بالاخره بعد از گذشت یک هفته به ما فرصت داد، سلام ما را گوش کرد، حرف ما را گوش کرد، بالاخره ما را جواب رد نداد، از طرفش رد نشدیم، خب این زمینه را مساعد کرد که این تمرین و تکرار در ذهن ما با وجود آمدن مطالب فیزیولوژیکی زمینه برای یک وابستگی مساعد می سازد. بعد از گذشت یک ماه یار یار مناسب است، حالا سر تا پا وجود ما گرفتار چنین قضیه شد. حالا وقتی یعنی کلا جوان درگیر شد. بله دیگه درگیر شد، حالا درگیر شد در غذایش، بله. در حرفش، در نوشتارش، در خریدش، در تمام کارکردهای، بله. رفتارهای جامعه که انجام میده، طرف مقابل در ذهنش مجسم هست و در مقابل طرف مقابل هم این خیلی ها میپردازه. خوش آمدیم به ادامه برنامه روی خط زندگی. در خصوص مدیریت شکست در دوران جوانی صحبت میکردیم با جناب آقای بارایزاد. در خصوص صحبت میکردیم که واقعا در دوران جوانی جوانان اکثرا با چه نوع شکست هایی مواجه میشن. منتظر صحبت های شما هستیم جناب آقای بارایزاد. بسیار خوب است. هر جایی که گفته پیش آمدیم، بالاخره در این قسمت بحث خود رسیدیم که در این دوران اینا به خاطر که تمایلات یا بلوغیت جنسی در وجود زنا به وجود آمده، بلوغیت ذهنی در اینجا به وجود نامده، این دو یار یار مناسب یک دیگه خود را قبول کردن، با هم دید و بازدید دارن، حرف دارن، صحبت دارن و در عصر امروز هم یکی از مطالب که کارکرد یا خدمات تکنولوژی هست، خوبی هم زمینه برای اینا بیشتر مساعد کرده. بله اینا واقعا وابستگی رو بر اینا به وجود آورد، اینا وابسته شد. با گذشت 2 سال، 3 سال یا 4 سال نظر به کارکردهای فیزیولوژیکی وجود از اینا یا نظر به کارکردهای قانون
قانون خانواده یا نظر به کارکردهای جهانبینی خود از اینا نسبت به جامعه، یا دختر خانم یا آقا به بلوغیت فکری میرسن، زودتر میرسن. همین که بلوغیت فکری رسن میگه این شخص شخص آید حال من نیست، من این شخصی ده حال را که در روزمان انتخاب کردم سخت اشتباهی کردم، این شخص شخصی ده حال من نیست. وقتی که این زمینه های به یک بارگی مساعد میشه که بین زنا قطع رابطه به وجود میاد و این قطع رابطه زنا حال دیگه آگاهانه است، اما قبلا دیگه آگاهانه نبود. اینجاست که یک طرف خود را مقصر قضیه میدانه، میگه در این زمان از من استفاده شده. اگر آقا از طرف دختر رد شد، آقا میگه از من استفاده شده، اگر دختر از طرف آقا رد شد میگه در این مدت از من استفاده کردی، آل من رها کردی. این رهایی از اینا زمینه رو برای مساعد میکنه که یک طرف در اینجا آسیب بپذیرن و میگن که من در برنامه زندگی شکست خوردم، آل که من شکست خوردم از این بعد هیچ به چند مسئله میپردازه. اولا فکرهای عمیق در ذهن به وجود میاد، فکرهای عمیق زمینه رو مساعد میکنه زخم های معده شکل بگیره، سر و صورت کم در اینجا حالت دیگرگونی رو در خود میگیره، پراگندگی یا مدیریت نظم کار از دست از به صورت کل میره، کسالت و خستگی بر ازی بار میاد. و حالا اگر در همین قسمت اطرافیان بر ازی خیلی ها زمینه سازی کردن و بر ازینا گفتن که واقعا تو عاشق هستی، خیلی تو عاشق مهم هستی، اینجاست که هر روزی بیشتر عاشق شده میره، بیشتر عاشق شده میره و این شکست است که در زندگی کار کردن نمیتونه. این مورد بحثم بود که اینها در خود داشت. حالا واقعا که در همین قسمت مثلا فرمول های محترم چند نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ما نوجوانان ما را به مسابقه باید مورد توجه قرار بدیم که هیچ دوره زندگی ما این مسابقه مورد خیلی ها عمیق یا ژرف‌نگری نیست که اینا رو مرتوجه قرار بدیم، در حالی که این قسمت از زندگی خیلی ها مهم است. اول ما در اینجا چند نگاهی داشته باشیم. یک، هیچگاهی در قانون خانواده فرزند ما را به محرومیت عاطفی مواجه نسازیم. بسیاری اوقات فرزندان ما در قانون خانواده به محرومیت عاطفی گرفتار هستند. در این قانون خانواده به دختر بهای اهمیت داده نشد، اکثرا توجه به بچه‌ها بود. آخر این دختر خانم که در این قانون خانواده است دوست داره که از طرف دیگران مورد تایید قرار بگیره، دوست داره که همیشه حرفش شنیده شود، دوست داره که هم در قانون خانواده در تصامیم خانواده چی در سطح پایین چی در سطح بالا نقش داشته باشه. متاسفانه اینا از طرف قانون خانواده همیشه مورد سرزنش و نکوهش قرار میگیرن وقتی که اینا قرار گرفتن محرومیت عاطفی هستن. اینا به غلط عاطفه مواجه هستن، وقتی به غلط عاطفه مواجه هستن به یک بارگی که اینا در جامعه شکار یک کسی میشن نگاهی میکنن با یک حرف جان، با یک حرف قربان، اون کمبودی که در وجود جزیناس از لحاظ کرکتر روانی مستقیما شکار این حالت میشه. وقتی شکار این حالت شد یکی از مسائل شکست ها را در آینده های تجربه میکنه، واسه زندگی زندگی خوب نیست به خاطر که کار کرده غلط عاطفی در وجودش خیلی حاضیت است. این به یک بارگی فریب خورد و شکست هم در اینجا پذیرفت. در قسمت دوم معمولا عشق های معصومانه خیلی در برنامه های زندگی یکم خنده آمیز است، به خاطر از خنده آمیز است که اگر نگاهی کنیم بچهای 3 ساله عاشق میشن، اگر نگاهی کنیم بچهای 7 ساله عاشق میشن، فعال مکتب هستن، بالا صنفی خود خیلی عاشق هستن، ما یکقدر یک دیگه خود دوست دارن، یکقدر پاک هستن، همیشه یادش میکنه، همیشه در یادش بوده، چون این عشقای معصومانه در دوران هم بوده. در دوران نوجوانی هم عشقای معصومانه هست. اینا به خاطر که به بلوغیت فکری و بلوغیت عاطفی نرسن از لحاظ تمایلات جنسی فقط اون سن که خود رو دوست داشته باشن و این دوست داشتن از اینا باعث از این موضوع شد که اطرافیان هم اینا رو خیلی کمک کرد. بچه‌ها وقتی که گروپ شد آمدن پیش هم نشستن، آمار دادن که بالای من 3 تا دختر خانم خیلی عاشق من هست، به خاطر که من ماشاءالله زیبایی خیلی خوب دارم. یک دختر خانم بارها شش که این پسر دیوانه من هست، اصلا اگه قرار بشه من یک روز نبینه شاید خود رو از بین ببره. این حرفا و این کرکترها زمینه را مساعد کرد برای این عشق معصومانه. این عشق معصومانه سرانجام کارش به تباهی کشیده شد و شکست ها را به وجود آورد و اینا رو دچار مشکل ساخت. در قسمت بعدی مثلا تشویق اطرافیان هست. خیلی اوقات جوانان وقتی که در جمع هستن خیلی این حرفا را بازگو میکنن که در برنامه زندگی کسی در زندگیت هست؟ آیا در زندگی کسی را دوست داری؟ آیا کسی تو را در زندگی دوست داره؟ اگر دوست نداره تو چه قسم شخص بودی؟ اصلا تا یاد رسی؟ این اطرافیان ما هم در بعض حالات ما را تشویق میکنن. اینا نقش بسیار اساس دارن. وقتی که اینا در برنامه زندگی ما را تشویق کردن و این تشویق از اینا زمین اساس شد که ما هم عاشق شیم و در قسمت از این مساله شکست مدیریت شکست را نداشته باشیم دیگه ما را دچار مشکل ساخت. یک زمان بالاخره به یک چالش یا گرفتاری های مواجه شدیم، با مشکلات زیاد در اینجا هم گرفتار بود. در قسمت بعدی عشق های یک طرفه هست. بسیار اوقات ما در برنامه های زندگی واقعیتش یک کس را دوست داریم، اما هیچگاه این جرأت را نکردیم که یک بار نگاهی کنیم که سطح دوستی ما با سطح دوستی طرف مقابل درست است، آیا طرف مقابل ما را دوست داره؟ ما یک طرفه بنده خدا هیچ خبر نداره، ما کلا دوست داریم و در برنامه های زندگی اکثرا شکست را تجربه میکنیم. اینا از جمله موارد هستن که واقعا زمین اساس هستن برای چالش که چالش ها با وجود بیاد بلا فاصله انجام زندگی را خوب تجربه نکنیم. بله، پس یکی از انواع شکست همین بحث شکست های عشقی یا می عاطفی مثلا باشه. خب جناب آقای باریزه، یکی از شکست هایی که در واقع ما میبینیم و شاهدش هستیم بحث این دوران تدریس و ببخشید تعلیمی و بخش دوران تحصیلی هستش. یک شاگردی که در مکتب درس میخونه یا در دانشگاه درس میخونه ممکن است با شکست های تحصیلی هم مواجه شود. شما علتی رو در کجا میبینید که یک جوان مواجه میشه با این؟ و در واقع خصوصا گفتین که نقش اطرافیان اینجا واقعا خیلی پررنگ هست. اطرافیان چه نقشی میتونن داشته باشن؟
در برنامه های تحصیلی یا در شغل های تحصیلی معمولا ما خیلی از کارکرد کانون خانواده خوب پیش نامدیم، ما رو مشکل مواجه کرد. اینجاها زیربنا اگر خیلی حساس بود، در روبنا ما دیگه دچار مشکل نبودیم. ما در دوران کودکی چون پدر و مادر ما از جمله کسی بود که اینها بارها فکر کردن که همه کمی ها و کاستی ها را که اینها در دورانش داشتن باید بچه های از اینا تکمیل کنه، تجربه کنه. ما مکتب رو تاخیر نخوندیم، ما رشته تحصیلی خود رو نخوندیم، ما اون رشته تحصیلی که دوست داشتیم و ما کسی اجازه نداد به او برسیم. حالا از دوران کودکی تاکید میکنیم بالای فرزندم که فرزند عزیزم شما ها باید در برنامه های زندگی این عرفا را داشته باشین و بی جاهایی که ما نرسیم شما ها برسیم. بچه ها در سال های ششم و هفتم زندگی از طرف کانون خانواده آنقدر تشویق میشن، آنقدر تشویق میشن که اینا در برابر کارکرد های تحصیلی خود اشباه میشن. اصلا دیگه تشویق در سطح بالا برای اینا معنی نداره. اینا در صنف 6 مکتب پارچه اول نمرگی در خانه آوردن، در سالهای 8 زندگی پارچه اول نمرگی آوردن، در سال 9 پارچه اول نمرگی آوردن و یک بارگی در سال 15 زندگی اینا اول نمره بودن نتونست. به خاطر اینکه این همه اشباهایی که از طرف کانون خانواده تشویق شد سرانجام در اونجا دیگه اینا تشویق نشدن، وقتی تشویق نشدن به یک بارگی اینا دچار شکست میشن، چون شکست ها را اصلا بلد نبودن. ما در این قسمت باید این گونه رفتار کرد، بچه ها را به حد تشویق میکنیم که در هاینده از اینا درد سرساز نباشه و هیچگاهی کوشش نمیکنیم که در برنامه های زندگی بچه های ما پیش فعال باشن. پیش فعال بودن به این معنی است که بچه ها باید صنف 3 بخونن، اما میگیم صنف 3 امتحان سویه بده. حالا درست صنف 3 امتحان سویه داد، اما باید متوجه بود که چند چیز دیگه در اینجا دور شد، از کارکرد های اجتماعی در اینجا دور شد، از دید دوستان خود در اینجا به صورت مکمل دور شد و یک سال را دیگه تجربه نکرد. خب پس این رفت در صنف بالا، هم تجربه زندگی جابجا موند، اینجا تجربه کرده نتونست. عزیز شما در مورد کارتون خیلی اقدام نکنین، بگذارین به صورت طبیعی روند طبیعی بچه ها پیش برن. در یک جای موفق هستن، در یک جای موفق نیستن، در یک جای دیگه یک مضمون خوش میاد، در جای دیگه مضمون خوش نمیاد. ما یک بارگی در کانون خانواده زمینه را این گونه مساعد میکنیم که خودت نسبت به بچه کاکایت، نسبت به کس دیگه اصلا عقب موندی در برنامه‌های درسی. اینجاست که به یک بارگی تحت تاثیر قرار میگیره، این یک شکست تحصیلی است که این شکست تحصیلی خود را دیگه جبران کردن نمیتونه. یا به یک بارگی میرن داخل فهم کنکور میشن، ماهیت کنکور خیلی دور بوده. اما متاسفانه در دوران مکتب ما بالای زبان انگلیسی خیلی تاکید کردیم که شما زبان انگلیسی رو باید در اینجا یاد بگیرید. ما در دوران مکتب بالای یک شغل خیلی تاکید کردیم که این موضوع رو یاد بگیرید. وقتی به یک بارگی رفت داخل فهم کنکور شد، در کنکور موفق نبود، حالا که موفق نبود این روزها شکست رو تجربه کرد، شکست رو تجربه کرد. مدیریت در وجود از این نیست که تو در مقابل از یک استادگی کنه، چون به خاطر اینکه شخص دیگه عزت نفس خود را از دست داده. عزت نفس زمان با ما با وجود میاد که من خود را دوست دارم، از آدرس خود دیگران را دوست دارم. حالا در کنون خانواده دیگران من را در صورت دوست داره که من موفق باشم، اگر من موفق نباشم دیگران مرد دوست نداره. آخر این عزت نفس نیست. وقتی که عزت نفس نبود و مشکلات مواجه میکنه که شکست تسلیم در راستای کار از اینجا ها سرچشمه میگیره. یعنی گاهی اوقات توقعات زیادی خانواده ها میتونه بدون شک. بله توقعات زیادشن. بله خب میخوام در مورد نحوه برخورد صحبت بکنیم. واقعا بحث اینکه حالا یک فردی مواجه میشه با شکست شاید خیلی سخت باشه، اینکه یک امتحانی داشته باشه، حالا یه ناکام باره، نمره دلخواه خودش نگیره، یک مسئله ای باشه که احساس بکنم من نتونستم در اون امر موفق باشم، حتی اگر در اینجا نگاه های اطرافیان منفی باشه که دیگه خیلی خراب میشه. در این وضعیت، در این قسم، اگر جایگاه یک جوان قرار بگیره چه قسمی میتونه با مشکلات خودش روبرو بشه؟ نحوه مدیریتش چی میتونه باشه؟ این در قرن 21 باز هم صحبت در معنای ازی هست که خیلی ها سخت نیست، به دلیل سخت نیست که باید فامیل های محترم در مورد موضوع از یک پویایی زیبایی برخوردار باشن تا اینا با نظر داشته حالت پویایی خود راهکار در مقابل فرزندان خود هم وضع کنن. برمیگردیم به مصورت دستبندی از امو دوران تحصیل صحبت میکنیم تا در سطح عشق و عاشقی هم ختمش کنیم. از لحاظ برنامه های تحصیلی واقعا ما در خانه زمینه ها را به گونه‌ای مساعد میکنیم که فرزند ما در آینده دچار آسیب نشه. بیشتر خود کش میکنیم فرزند ما در برنامه های زندگی اگر قرار است که برنامه های درسی خود را پیش بره، در پالوی ازی کارهای دیگه خود را هم داشته باشه. کارهای دیگه چی است که در مورد دوست و بی خود مشکل نداشته باشه، از لحاظ برنامه های سطح اجتماعی مشکل نداشته باشه و از فرصت های خوب استفاده کرده باشه تا سرانجام در بالای که اینها میرسن اگر در یک جایش به یک مشکل مواجه شد این چیزهای دیگه باشه که مشکل اونجا را حل کنه. اما اگر قرار بود نه، ما یک جهت را در نظر گرفتیم، فرزند عزیزم فقط برای ما پارچه اول نمرگی بیار، درس بخون، مرا به هیچ موارد تو کار نیست. خب این معلوم دار است که سرانجام زمینه را به مشکل مواجه میکنه و این یک شکست را در خود میذاره باشه که این نکته را باید در نظر داشت. در قسمت دوم بسیاری اوقات ببینیم اصلا در مسیر زندگی را نگاه کنیم که زندگی در ذات خودش پر هست فراز و نشیب ها هست. اگر امروز خیلی ها ما در کنون خانواده موفق هستیم، ثروت خوبی داریم، پول خوبی داریم، امکانات خوبی داریم، رفاه خوبی داریم، بگذاریم بعضی وقتا فرزندان ما بعضی حالت ها رو تجربه کنن. اگر هر روز فرزند خود رو در موتر تا مکتب میبریم، یک هفته پیاده هم میبریم شکرزی نگاهی کنه، بله اگر هر روز لباس شیک برش میگیریم، بگذاریم یک چند روز لباس های تکراری خود رو باید از بپوشه، اگر همیشه برای این معلم خانگی در خانه گرفتیم، بگذاریم چند وقت کارهای خود رو خودش انجام بده. اینجا هاست که دیگه با شکست های عادت داره. وقتی با شکست ها عادت داشت به یک بارگی شکست
سر هزینه مدیریتش هم بلد هست دیگه، خود رو دچار مشکل نمی‌سازن. خوشحالم از همراهی شما عزیزان در خصوص مدیریت شکست در جوانان صحبت میکردیم. اون چیزی که در پکیج دیدیم در واقع شکست ها پلی هست سوی موفقیت و این در صورتی مهیا میشه، میسر میشه که بدانیم که شکست ها فرصتی هست برای گرفتن تصمیم های دقیق تر و هوشمندانه تر و باید بدانیم که شکست ها باید علتی باشه برای بکارگیری انرژی و دقت بیشتر برای رسیدن به موفقیت، که در واقع برای رسیدن به هر موفقیتی اراده و پشتکار نقش اساسی میتونه داشته باشه. در خدمت جناب آقای بارکزایی هستیم و در خصوص این موضوع بیشتر از صحبتشون استفاده میکنیم. جناب آقای بارکزایی تشکر از صحبت های قبلیتان. در قسمت خصوصا میخوام در مورد صحبت بکنم که یک جوان چگونه میتونه با شکست خودش مواجه بشه، او را قبول بکنه و جزء زندگی خودش بدونه و این را مدیریت بکنه. در برنامه های زندگی معمولا جوانانی که واقعا با یک پدیده روبرو میشن و در قسمت مثلا شکست رو اینا تجربه میکنن، مهمی هست که باید با این شکست سر پا ایستاد شون. اما متاسفانه این گونه نمیشه، اینها با این شکست خود نابود میشن. علت از این مسئله ای است که هرگاهی که ما یک کار رو شروع میکنیم باید نسبت به انجام کار به فلسفه وجودی این کار بپردازیم و اگر فلسفه وجودی این کار رو به صورت بسیار عمیق مورد بس قرار دادیم، ما نگاهی میکنیم که واقعا در مورد مسئله هم موفق بودیم. حالا اگر قرار هست در برنامه های تحصیلی، اگر قرار است در برنامه های تجارت، اگر قرار است در برنامه های ورزشی، بالاخره ما همیشه پشت سر هم قهرمانی داشته باشیم، خب از بالاخره هدف برنامه زندگی بوده که طرف مقابل همیشه بازنده باید باشه. نه، هر دو صورتش موفقیت هست. اگر یک روز ما باخت کردیم، در باخت خود خیلی چیزها رو تجربه میکنیم نزد برد خود، چون بزرگان همیشه این گونه بس میکنن، میگه اگر شما در برنامه زندگی موفق بودین جشن میگیرین، در جشنتون مصروف میشین و کارکردهای عاطفی آنقدر شما را سرگرم میسازن که چیزها رو فراموش میکنین. اگر شما شکست خوردین آنقدر عمیق میشین، نگاهی میکنین، راهکار وضع میکنین تا در آینده بهترتر شما هم هر چیز رو در اختیارتون قرار بدین. اینجا اشاره میشه که فامیل های محترم، شما هر پدیده که فرزندتون با این گام میگذاره، شما فلسفه وجودی زیر برای فرزندتون مساعد بسازین. فلسفه وجودی این گونه است که خواستن توانستن هست. اگر یک بار ما به هدف خود نرسیدیم، دو بار نرسیدیم، سه بار نرسیدیم، بالاخره ما پشت کار و تلاش و زحمت خود میرسیم. اما اگر قرار این گونه بود که فرزند ما بالاخره به موفقیت نرسید و در کانون خانواده آمد، از طرف اطرافیان این گونه برش گفته شد که این همه زحماتی که در مقابل شما داشتم، این همه هزینه کردم، این همه خرج کردم، آخر کل زحمت ما رو خاک به یکسان کردی، اینجاست که اینا عزت نفس خود را از دست میتن. وقتی عزت نفس را از دست دادن دیگه سرپا ایستاد شدن نمیتونن. بس فلسفه وجودی زینگونه است که شما بگذارین اگر ناکام ماندین، شکست خوردین، پس ما فقط هم در نصیب شما است. این نکته رو باید در نظر داشت. در قسمت دوم بسیار اوقات ما با فرزند خود باید این گونه یاد داد، هرگاهی که در برنامه های زندگی شکست را تجربه میکنیم، دیگران را مقصر ندانیم. ما واقعا در شرایط امروز این حرف خیلی ها بد است. هرگاهی که ما به یک شکست مواجه میشیم، معمولا قضاوت میکنیم، کسای دیگر را مقصر قضیه میدانیم. خب میگیم این تایم درسی که من درس میخوندم، بابا این کار را بالای من انجام داد. این در تجارتی که من شکست خوردم، در این قسمت بابا مقصر بود. من در برنامه زندگی در ورزش این شکست را خوردم، اینا مقصر بود. اگر قرار باشه که این مقصر بودن را ما برای فرزند خود یاد بدیم، کس را مقصر ندان، هرگاهی که شکست خوردی خود را مقصر بدان، ببین که مشکل در کجاها بوده، از آدرس همونجا مشکل حل کو و مراتب خوبتر است دیگه، اینا دچار مشکل هم نمیشه، مشکلات از اینا حل میشن. خب اینا به صورت عموم در کیس برنامه های شغلی و تحصیلی که ما وقتی با شکست های مواجه میشیم، اینا رو باید بتونیم سر پای ساخت چیم مشکلش رو حل کنیم، که تا جای کارکرد خانواده است و تا جای کار کردن منطق و عقلانیت خود ما هست که باید در مورد مسئله اعتماد به نفس و عزت نفس داشت. اما در مورد مسائلی که امروز جوانان و نوجوانان ما در جامعه ما دامنگیر چونی قضیه هستن، واقعا اینا درس نمیخوانن، کار بیرون رو خوبتر انجام نمیتن، به سلیقه ظاهری خود بعضیاشون خوب رسیدگی کردن نمیتونن، اصلا محفل ها را ترک میکنن، جمع دوستا را ترک میکنن، در خانه خیلی ناراحتی ها را بار میرن. علت از اینا از یک شکست های در حقیقتش عاطفی که در قالب عشق و عاشقی است سرچشمه گرفتن. در این قسمت باید چند موضوع را باید در نظر داشت. هرگاهی که در برنامه های زندگی یک رابطه قطع میشه، ما در امورات رابطه خود خیلی موفق نیستیم، خیلی اوقات ما در جامعه افغانی خود تلاش میکنیم که جواب قطع این رابطه را با یک رابطه جدید بدیم، اما در حالی که حرف خیلی اشتباه است. هرگاهی که یک رابطه قطع میشه، اینجا بله. نیاز است که ما باید برای از فرصت بدیم. آیا برای از 5 سال فرصت بدیم؟ برای از 6 سال فرصت بدیم؟ چون ذهن ما انسان ها درست است که شاید یک چیزهایی را ما با زبان خود تاکید کنیم که ما دیگه از او کس سابق نیستیم، بگذار روی که مرا رها کرد، من هم در قصه اش نیستم. آخر با زبان ما این حرف اثبات نمیرسه. ذهن یک خاصیت را در خود داره که هیچ فراموشی مطلق موجود نیست. بله. هرگاهی که در برنامه های زندگی دیدیم ثبت میشه، تداعی میشه، پس دوباره به یاد میمه، شما بگذارین 6 سال فرصت بدین، در این 6 سال پس داشته های نو در ذهنتون جانشین میشه. وقتی داشته
داشته های جدید در ذهنتون جانشین شد، شما یک زندگی خوب را تجربه کرده میتونین. متاسفانه شما نگاهی کنین، یک فرد به طور مثال نمیتونه زندگی اجتماعی را خوب پیش بره، اینها طلاق میگیرن. وقتی طلاق میگیرن مستقیما بعد از دو ماه میره وارد یک زندگی جدید دیگه میشه، یک رابطه جدید میشه، این رابطه جدید میگیره خوب پیش بردن نمیتونه، به خاطر اینکه کارکرد ذهنی ازی حضور رابطه قبلی سرچشمه گرفته و در مدیریت امروز هم او کارکرد ذهنی را راهنمایی میکنه. ازی فراتر چیزی در خود نداره، هم اگر در برنامه ها بر ازی فرصت داد، در برنامه‌ها برای ازی وقت گذاشت، باعث ازی میشه که داشته های ذهن جدید شه، وقت جدید شد پس زندگی خوب رو تجربه کرده میتونه. این نکته رو باید در نظر داشت. در قسمت دوم، بسیاری اوقات ما در برنامه‌های زندگی چرا خیلی ها کوشش میکنیم بعضی چیزها را در گدایی نصیب خود بسازیم، آخر چرا با غرور زندگی نمیکنیم؟ انسان ها باید در مطالب زندگی کم غرور داشت. اگر کسی یک روز با ما میگه دوست دارم، تشکر، ممنون. اگر روز دیگه میگه دوست ندارم، نداشته باش، من دوست ندارم. آخر هم اگر قرار هست که مرا دیروز دوست داشتی، خیلی خوشحال هستم، امروز مرا دوست نداری، من خیلی ناراحت هستم. از این بعد تهدید میکنم. تهدیدم چی است؟ خودکشی خود کردم. تهدیدم این هست که دیگه آل هر کاری که در ما به وجود آمد مقصرش خودت هستی. این تهدیدها عشق را گدایی میکنه. انسان ها وقتی که عشق را گدایی کردی از این چیز دیگه اصول نمیشه. ما در برنامه زندگی نباید گدای هر چیز باشیم، بلکه با عزت نفس هر چیز را پشت سر گذاشتن، با عزت نفس هر آن چیز را از رد پیشروی خود باید از دور کرد. در قسمت سه موضوع بگذاریم، بسیاری اوقات در همراه مطالب خیلی چیزهایی را ما بر اساس عقلانیت تصمیم بگیریم، نه بر اساس عواطف، نه بر اساس احساسات، اما متاسفانه بسیاری اوقات بر مبنای احساسات گام میگذاریم، چون در زندگی آنقدر فشار بالای ما بوده که دیگه آل عقلانیت اصلا جا نداره، احساسات خیلی ها جا داره. ما در دوران مکتب هستیم، نیاز ما اینجا هست که ما این دوران مکتب را خوب پیش بریم، اما متاسفانه در این دوران یک قصه دیگه به وجود آوردیم، این همان ما را دچار مشکل ساخت. بعد از مکتب ما مسئولیت داریم در مقابل یک وظیفه دیگه خود، که این وظیفه خود را خوب پیش بریم، متاسفانه یک وظیفه دیگه به وجود این ما را دچار مشکل ساخت. خب پس ما هر مراحل زندگی را اگر با نظر داشته مقتضیات خودش روی دست بگیریم، در این زندگی خیلی موفق هم هستیم، دچار مشکل نیستیم و زندگی را خیلی پیش میبریم. و در قسمت چهارم در برنامه های زندگی چرا بسیاری اوقات واقعا ما آویزان میشیم بر یک مسئله؟ آویزان شدن هم باز زندگی را خیلی ها با مشکل مواجه میکنه. ما میگیم که شد نشد همین یک کار باید شوه، همین یک رشته تسلی برام بسیار مهم است، اگر شد همین باید شوه. خیلی فرصت ها را دست میتیم بخاطر همین چقدر زشت آخر چقدر فرصت ها را از دست میتیم. در زندگی یک انتخاب دارم، همین خانم باید تس نصیب مشه، همین خانم میگم همین خانم نصیب مشه، شد شد که دیگه نشد. زندگی آخر چی معنی داره در زندگی؟ این حرف است که دیگه از حالت احساسات ما سرچشمه گرفته، ما رو با مشکل مواجه کرده، پس باید متوجه بود که با قدرت عقلانی در نظر گرفت و این مسائل رو دور گذاشت. بسیار خوب، تشکر میکنم شما جناب آقای بارایزه. خانم محجوبه اشاره میکنن که 4 دقیقه فرصت داریم، میخوام در مورد صحبت بکنیم که بعضی، یعنی بعضا نه که اکثرا، خودم دیدم خیلی از جوانان وقتی با یک شکستی مواجه میشه اولین چیزی که در ذهنشون تداعی میکنه ناامیدی هست، بعدش توقف هست، یعنی فکر میکنن که یک شکست خورد دیگه نمیشه، مثلا امکان نداره. از نظر شما چه قسمی میتونه این ناامیدی و توقف در کار خودمون، حتی اگر در موضوعات خیلی بزرگ حیاتی باشه، چه قسمی میتونیم برکنار بسازیم؟ انسان های بزرگ یکی از خصلت های بسیار خوبی که دارن خصلتشون این هست که میان در جمع میشینن، در جمع تصمیم میگیرن، تنها عمل میکنن. اما انسان های ضعیف این گونه نیست. انسان های ضعیف جمله کسی است که میاد تنها میشینه، تنها تصمیم میگیره، در جمع داخل میشه، عمل میکنه. حالا در برنامه های زندگی هم همین حرف به این مطابقت میکنه که واقعا خیلی اوقات ما با یک چالش در زندگی مواجه شدیم، یا متوقف میشیم، یا اگر متوقف نشدیم بالاخره گام میگذاریم، در اون هم موفق نیستیم. میگیم عزیزان در هر برنامه های زندگی ما باید انتظار شکست رو نسبت به انتظار موفقیت خیلی ها باید داشت. اگر برای خرید یک لوازم میریم، خب در ذهن ما هست که خب در این لوازم باید خریداری کرد، چون ایده ذهن ما بر ما دستور میده، اما باید متوجه نکته بود که یک قسمت از این جنس اشکال خود رو داره، اما با معنای این نیست که دیگه ما فریب خوردیم، خب اشکال خود رو داره که داره دیگه، این مساله هست. ما زمان در برنامه های تحصیلی داخل میشیم، میگیم ما به صورت اول باید پروفشنال سطح درجه های کادری رو در خود کسب کنیم، درجه های علم رگیر کسب کنیم، یا میرشت رو باید از بخونیم. ما در اینجا باید نسبت به موفقیت عدم موفقیت هم در خود داشته باشیم که در یک جای هزی اگر قرار است که ما علم رگیر از خانه خود نمی سازیم، چند فایده دیگه در اینجا کردیم، فایده در خود داشت، اما هدف نهایی ما او دورنمای ما است که ما بتونیم میرشت رو خوب تکمیل کنیم و در آینده هم از در خدمت خوب بشویم. این موضوع رو باید در خود داشته باشیم. بسیار خود در برنامه های زندگی اگر با یک شکست ما روبرو میشیم و کوشش میکنیم کار خود را متوقف کنیم، خب پس معلوم دار است که در اینجا به صورت مکمل دیگه ما عزت نفس از دست دادیم. حالا دیگه هیچ توانایی در وجود ما نیست. وقتی که توانایی در وجود ما نیست، ما همه داشته های زندگی را صرف این مسئله کردیم. حالا امکان داره که در آینده های چند پیامد خود را داشته باشه، ما را به سمت سوی مواد مخدر بکشانه، ما را از
رابطه های اجتماعی به صورت مکمل منزوی کنه، در انزوا بکشانه، بسیاری اوقات احتمال داره که آسیب های فیزیولوژیکی رو در ما به وجود بیاره و بسیاری اوقات احتمال داره که ما واقعا در تصامیم های دیگه خود چهار مشکل نباشیم. حالا چرا میگن در برنامه های زندگی اگر انسان یک شکست رو تجربه کرد، این شکست شکست ها رو بار میاره؟ آخر چرا ما اگر در برنامه های زندگی یک شکست رو تجربه میکنیم امیر مدیریت میکنیم، اما در عرصه های دیگه ما دیگه شکست ها رو تجربه نمیکنیم؟ اینجا باید متوجه بود یکی خب امی خرافات خیلی ها جا گرفته که بعضی چیزها را بر مبنای غیرت و شهامت ما خیلی روی دست خود داریم. بله این اساسات برانگیز شده. بله. ما در کنکور موفق نشدیم، اما غیرت و شهامت خود را زیر سوال بردیم که ما واقعا حجه فرد بی غیرت هستیم. فرد بی غیرت در روز صورت هستی که بار دوم نخونی. فرد بی غیرت در صورت هستی که بار سوم نخونی. اما این دفعه که موفق نشدی به بی غیرتی تو چی ربط داره؟ اصلا چی ربط نداره این مسئله در کجا است؟ ما در تجارت خود موفق نشدیم، واقعا شهامت و عرضه و مردانگی ما زیر سوال بود. این بعض حالت های خرافاتی که در دوران کودکی واقعا بالای ما حق شده، در ذهن ما ثبت شده و ما با این وابسته ماندیم، اینا واقعا ما را اگر به یک مشکل مواجه میسازن دیگه موفق بودن نمیتونیم. بله. در همین قسمت از همه فرمول های محترم تقاضای ما این است که ما اگر قرار باشه که در سطح جوانی فرزند ما فرزند باشه که در مسابقه قرن 21 در مقابل همه چیز مدیریت خوب کنه، زیربنایش امو دوران کودکی هست. در دوران کودکی بسیار اوقات در تلاش از این هستیم که فرزند ما موفق باشه، نه پیروز باشه. اگر پیروز بود جشن میگیره، اگر موفق بود میتونه چالش های خود رو مورد بس قرار بده. و دوم کوشش میکنیم که از برنامه های عاطفی محرومیت عاطفی رو در اینا نداشته باشیم. ما در قسمت سوم کوشش میکنیم که از فرزند خود در هر سال انتظارش هم مطابق همون زمانش داشته باشیم. اما متاسفانه بسیاری اوقات ما از فرزند خود در دوران کودکی انتظار سطح جوانی رو داریم که در ذات خودش یک اشتباه بسیار بزرگ است. بله یقینا. تشکر میکنم از شما جناب آقای بارعزت، دوست داشتیم بیشتر بشنویم، ما متاسفانه وقت یاری نمیکنه. ممنون از شما، سلامت و موفق باشید.